کمیته معماری و ساختمان در تاجیکستان بر رئیسان شهر و ناحیه های جمهوری فرمایش داده است که بام خانه ها در محل های مرکزی ناحیه منطقه های نوساخت همگی یک رنگ باشند. مقامات ظاهرا از مقال همسایه از همسایه رنگ میگیرد عبرت گرفته آن را مستقیم قبول کردند، نه مجازی. این است که طبق این دستور بنا و خانه های محل های مرکزی شهر، شهرک ها و مرکزی ناحیه ها من بعد باید یک رنگ و بام پوشی زمانوی داشته باشند. منظور مقامات از بام های زمانوی بام پوش های نوین تنوکگی استحصال چین و یا چری پیتزا و دیگر نمودهای آن است، نه شیفر. کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان حق انتخاب یک رنگ را به صلاحیت رئیسان ناحیه ها واگذار کرده است. رئیسان در نواحی رنگی یگانه را فرض کردیم سرخ و یا سبز را انتخاب میکنند و همه ساکنان مرکز ناحیه موظف خواهند بود که بام خود را همین خل رنگ کنند و یا عوض کنند. در این میان شیفر که خاکستر رنگ است از میان میرود و مقامات میگویند نسبی چنین بام پوش ها در مرکز ناحیه ها و شهرها دیگر موافقی طلبی زمان نیست. ضمناً کشورهای حدود اتحاد اروپا هنوز سال 1999 هم از استفاده شیفر دست کشیده، استفاده آن را بنابر ضرر آور بودن به سلامتی انسان منع کردند. هرچند بیش از 70% اهالی تاجیکستان در دهها زندگی میکنند و تا یک ده ساله پیش منزل های خش را با بامپوش شیفری میپوشانیدند. اما با بامپوش های زمانوی و رنگین کردن بنا و خانه ها یک کار پرخرج است و نه همه ساکنان در تاجیکستان اقتداری مالیوی آن را دارند. ابراهیم سلیمی دوردگر تاجیک در یک صحبت با رادیو آزادی گفت بامپوش کردن یک خانه نه چندان بزرگ از 15 تا 20 هزار سومانی خرج خواهد داشت. دستور مقامات برای یک رنگ و زیبا کردن شهر و محل ها در تاجیکستان به احتمال دیگر بار مورد انتقاد قرار می گیرد، زیرا آن را دخالت به زندگی مردمی عادی می دانند. سالهای اخیر حکومت تاجیکستان را تنقید می کنند که به حیات خصوصی مردم دخالت می کند، سر از شیوه برگزار کردن عزاداری تا به تجلیل زادروز و جشن عروسی.